روز دوشنبه دوستان به خیر دوازده همه آبان 1399 دوم نوامبر 2020 من بیش از یک ماه قبل یک ویدئوی منتشر کردم در مورد ارتباط بین آیت الله سیستانی و دفتر ایشون با بحث فریب روح الله زم و کشاندنش به عراق و دستگیریش که نهایتا منجر به صدور حکم اعدام شده در اونجا یک اشاره کردم به مسئولیت اخلاقی و حتی حقوقی آیت الله سیستانی دلایل خودم رو هم گفتم بحث من این بود که شواهد و قرائنی وجود داره که دفتر آی سیستانی واقعا نقش داشته در دعوت از روح الله زمان در واقع در عملیات فریبی که اطلاعات سپاه انجام داده حدسیاتی هم مطرح بود از جمله اینکه با توجه به اینکه علی خمینی یکی از نوادگان روح الله خمینی ارادت ویژه‌ای به ای داره برخلاف سایر برادرش که اونا فقط کاسبی میکنن اما یه مقدار سعی میکنن دو طرفه کار بکنن علی خمینی خیلی شفاف و رک ارادت ویژه خودش رو به ای میگه و از طرفی علی خمینی داماد رئیس دفتر آیت الله سیستانی در ایران هست آقای جواد شهرستانی من فرض مطرح که, که ممکن نقشش رو حالا اگر علی خمینی هم نباشه دیگران احتمالا هستن. این فرض از جهت از این جهت من کماکان برش اصرار دارم اینکه روح الله زم اولا از خانواده معممین بود پدرش سالها با بسیار از این افراد ارتباط داشت خودش هم رفت آمد داشت با جاهای مختلف خیلی بعیده که کسی تونسته باشه به راحتی روح الله زم رو فریب بده و بگه که من مثلا از دفتر آقای سیستانی هستم تو برنشو بیا عراق حتما نشانه هایی که روح الله زم رو قانع کنه که این تماس ها و ارتباطات و وعده ها مرتبط با دفتر سیستانی هست وجود داشته برای زم که زمین رو پذیرفته زم حتما خطراتی که پیرامونش بود رو میدونست به خصوص میدونست به عراق رفتن ورود به لانه زنبوره و به ویژه میدونست در ایام نزدیک به عربعین که های بسیاری از جمهوری اسلامی در عراق حضور دارن این کار خطرناکه حتما اطمینان های کسب کرده بود روح الله زم که یک حاشیه امنیتی داره به خاطر اینکه دعوت کنندش بیت آیت الله سیستانی و دفتر آیت سیستانی هست من اونجا خواهش کردم که آی سیستانی یک واکنش نشون بدن چون به از نام ایشون حد که از نامشون سوء استفاده شده یعنی حتی اگر حتی اگر کسانی از بیت آیت الله سیستانی هم در این قضیه نقش نداشتن که من معتقدم نقش داشتند حتما حتی اگر نقش هم نداشتن چون از نام سیستانی استفاده شده سیستانی مسئولیت حداقل اخلاقی در برابر زم داره که از خودش دفاع کنه و از زم دفاع کنه یعنی اینکه جمهوری اسلامی از نام سیستانی سوء استفاده کنه برای آدم ربایی و آدم کشی و سیستانی سکوت کنه این خیلی چیز عجیبیه خب حالا اون موقع که من این حرف زدم بعضی از دوستان که حالا یه نوعی ارادت به آی سیستانی دارن برای من پیغام دارن که کم لطفی کردی بی انصافی کردی ربطی به آی سیستانی نداره اونها منو خیلی تحت تاثیر قرار ندادن و من هیچ دلیل نداشت که حرفم رو پس بگیرم اخیرا که دیدم بی بی سی یک مستندی درست کرده بعد بعضی از رسانه هایی های درست کردن و اونها هم اشاره کردن به نقش احتمالی آیت سیستانی از دو جهت من تشویق شدم که یا مایلم که دوباره صحبت کنم از یک طرف یک حس نگرانی عمدهای به من دست داده که ورود بی بی سی به موضوع این احتمالاً از پشت پرده خبرهایی دارن که حکم زم قرار اجرا بشه به همین جهت اونها هم یک برنامه مستند درست کردن و از طرفی خب به حال بی بی سی ارتباطاتی در داخل کشور داره از طرفی هم با توجه به اینکه به گمانم به خصوص بر از انتخابات آمریکا جمهور نیاز داره که یک حرکتی انجام بده که بعض از مسائل تحت قرار بده من خیلی نگران هستم که این حکم اجرا بشه به همین جهت گفتم در آخرین فرصتی که وجود داره باز هم یک هشداری به آیت الله سیستانی بدم مسئولیت اخلاقی مسئولیت حقوقی اگر اعتقاد به آخرت دارن که حتما ایشون دارن مسئولیت الهیشون رو یادآوری کنم که اولا به احتمال بسیار قوی کسانی از دفتر ایشون از بیت ایشون از اطراف ایشون در فریب روح الله نقش داشتن و ثانیا اگر همین نباشه به همین فقط به همین دلیل هم که از نام آقای سیستانی استفاده شده و روح الله از به خاطر وجود نام آقای سیستانی فریب خورده آقای سیستانی موظفا کار انجام بده اما از طرف دیگه قصه برای من سواله که حالا با توجه که دیگرانی هم پتیشن های امضا کردن جمع کردند، کردن هشدارهایی دارن همین مستند بی بی سی دیگران صحبت کردن من هم که بیش از یک ماه قبل صحبت کردم چرا آقای سیستانی واکنشی نشون نمیده حتی اگر ما هم صحبت نکرده بودیم حتما آقای سیستانی و دفترشون حوادث و خبرها رو رسد میکنن و میدونن که با استفاده از نام ایشون اگر نگیم با استفاده از دفتر ایشون زم رو به عراق کشتن برای من سوال بود که چرا آقای سیستانی واکنشی نشون نمیدن این خیلی برای من عجیب بود با توجه به اینکه حالا یک نوع احساس میشد یک نوع آزادگی و حریتی در آقای وجود داره و در قید و بند خوشایند جمهوری اسلامی نیست اگرچه متاسفانه اکثریت کسانی که معمم هستند به دلیل اینکه حکومت جمهوری اسلامی رو حکومت آخوندی میدونن و معمولا معممین در برابر غیر معممین متحد هستند خیلی بعید نبود اما من با توجه به شناختی که از آی سیستانی بود و روحیاتی که ازشون گفته میشد و نوع زندگی ایشون برای من سوال بود و هنوز هم سواله که چرا آی سیستانی دخالت نکردن هشدار ندادن جلوگیری نکردن از این جنایت که حالا اگر جلوی آدم دزدی جمهوری اسلامی یا آدم ربایی رو, رو نمیتونستن بگیرن چرا جلوی این جنایتی که در شرف وقوع هست یا حداقل حکمش اعلام شده رو نمیگیرن یا واکنش نشون نمیدن اینکه بعدا بعضیا بگن که ایشون پشت پرده پیامدار اصلا فایده نداره برای اینکه پیام پشت پرده رو جمهوری اسلامی جواب نمیده و اتفاق هم نمیفته آقای سوسن اگر پیام میدن باید علنی پیام بدن برای اینکه دیگران بتونن بهش استناد کنن اینکه بعدا یه عده بیان بگن ایشون پیام داد از این حرفای به قول یا صاحب مرده بهش دردی نمیخوره به هر سوال برای من بود و هنوز هست که علت سکوت آیت الله سیستانی علی رغم اینکه یکی از دو فرضیه که گفتم چیه امروز که با خودم فکر میکردم به نظرم دو تا احتمال وجود داره که آیسیستانی رو وادار به سکوت میکنه ببینید هشتو شعبی عراق که بارها وحشیگری خودش رو نشون داده و حتی تا اونجایی که ما خبر داریم در سرکوب تظاهرات ماهشهر نقش داشتن و در عراق در سرکوب مخالفان جمهوری و مخالفان طرفداران جمهوری اسلامی نقش دارن و حتی ظاهرا در حمله به دفتر حزب دموکرات نقش داشتن این وحشیگری که هشت شعبی میکنه هشت شعبی در واقع فرزند خوانده آیت الله سیستانی یعنی به نوعی میشه گفت بنیانگذار هشت شعبی آیت الله سیستانی بوده حالا اگرچه جمهور اسلامی با خرج کلانی که اونجا کرد و با ارتباطاتی که داره عملا هشت شعبی رو از آیت الله سیستانی سرقت کرد و دزدید اما به هر حال کسی نمیتونه تکذیب کنه که هشت از یادگارهای آیت الله و به نوعی فرزند آیت الله فرزند خانده ناخلفی که قطعا اگر لازم باشه به جان پدر خودش هم رحم نخواهد کرد به جان کسی که بنیانگذارش گذارش بود رحم نخواهد کرد به اطرافیان او رحم نخواهد کرد من به نظرم قوی ترین ای که وجود داره که ممکن آیت الله سیستانی خودش رو توجیه کنه که به هیچ وجه این توجیه نه اخلاقی نه انسانی نه حقوقی نه شرعی ولی به هر حال توجیه کنن خودشون یا اطرافیانشون ایشون رو تحت فشار بذارن که توجیه کنن این وحشیگری هشت با توجه به نفوذ و تسلطی که در عموم شهرهای عراق و شهرهای مذهبی به ویژه نجف داره هشت شعبی ممکن اطرافیان آیت الله سیستانی گفته باشن که ورود ایشون به موضوع زم میتونه باعث تحریک هشت شعبی توسط سپاه و عوامل سپاه که مسلط بر سپاه قدس که مسلط در هشت شعبی هستن بشه و یا جان خود آقای سیستانی رو به خطر بندازه و یا جان اطرافیانشون رو این به نظر من قوی ترین فرضیه که سکوت احتمالی و البته ناجوان مردانه آیسیستانی در برابر حکم اعدام روح الله زم رو توجیه میکنه از اون بالاتر به نظر من سکوت آیت الله سیستانی از روز اول جنایت بوده برای که قطعا روح الله زم در این یک سال و یک ماهی که در اختیار نیروهای سرکوبگر و وحشی اطلاعات سپاه بوده بسیار برای سختی گذشته از روز اول سکوت آی سیستانی ناجوان مردانه بود از نظر من به دلایلی که گفتم اما الان که دیگه جان روح الله زم در خطره بسیار ناجوان, مند... ناجوان تره و این هم که حتی من خودم توجیه رو گفتم اما این توجیه درست نیست ببینید بر اساس احکام دینی احکام اسلامی وقتی که جان یک کسی در خطر باشه به خصوص اگر کسی مستقیم یا غیر مستقیم در خطر افتادن جان آن فرد نقش داشته باشه سکوت هیچ نداره جمهوری اسلامی بدبختر و تو سری خورتر از اینه که الان بتونه ضربه و خطری متوجه آیت الله بکنه اگر تهدیدی هم کنه مثل تهدیدهای تو خالی دیگه مثل تهدیدهایی که گفتن انتقام سخت در مورد قاسم سلیمانی خواهیم گرفت حد اکثر زور جمهوری اسلامی اینه که یه نفر از ترکیه بدوزه یه نفر از قطر بدوزه ببره یه نفر بکشنن عراق با به بدوزن اینها لات کوچه تاریک و شب کوچه بنبست و شب تاریک هستند اینها قدرتی ندارن قدرتشون فقط زورشون به مردم ایران میرسه میبینید که وقتی اسرائیل میاد با حقارت مرکز اتمیشون رو منفجر میکنه اسناد و هیچ غلطی نمیتونن بکنن میبینید که در برابر کشتن قاسم سلیمانی حد اکثر این بود که با وساطت دولت عراق پادگان خالی رو مورد حمله قرار بدن و اولش هم کلی سر صدا کنه و بعد فرمانده سپاه بیاد اعتراف کنه که حتی یک آمریکایی هم در اونجا کشته نشد اینا حد اکثر زورشون اینه با توجه به این قصه سکوت آیسیستانی به هیچ وجه توجیه نداره این فرض اول من هست که در واقع وحشتی که آیسیستانی از فرزند خوانده خودش یعنی هشت و شعبی داره و وحشتی که ممکنه اطرافیان آیت الله سیستانی هم حالا بعضیشون به خاطر منفعتی که دارن بعضیشون به خاطر طرزی که دارن بهش دامن میزنن که آی سیستانی رو از واکنش نسبت به این موضوع منصرف کنن این فرضی که به نظر من قوی ترین فرضه اما فرض دیگه میتونه همون چیزی باشه که من دفعه قبل اشاره کردم و نقش علی خمینی با توجه به اینکه به هر حال علی خمینی داماد آقای شهرستانی از رئیس دفتر آیت الله نماینده آیت الله سیستانی در ایران و به هر حال داماد دردانه بیت سیستانی هست علی خمینی ممکنه با توجه به ارتباطاتی که با حکومت داره نفوذ علی خمینی و حالا توجیهگریایی که اون کرده باشه باعث شده باشه که آیت سیستانی تن به سکوت بده آیت سیستانی که در طول سالهای گذشته چه در دوره صدام چه در دوره تسلط در... کامل آمریکا در عراق چه در دوره های بعدی نشون داده وقتی که لازم باشه بدون توجه به جبسازی ها موضع گیری میکنه این موضع گیری به نظر من میتونه در اثر توجیهات مکرر و در واقع بهانه باشه یا دروغهایی باشه که علی خامنه‌ای و دیگران گفته باشن به اص... حالا یا مستقیم یا توسط شهرستانی به آیسیستانی و آیسیستانی رو منجر به سکوت کرده باشن اگر هیچ یک از این دوتا نباشه متاسفم که بگم آیت الله سیستانی شخصا مسئول جان در واقع خودش شخص مستقیما نقش در این کار و به همین دلیل الان سکوت میکنه اگر کسانی این رو گفتن آیت سیستانی نباید گله کنه ببینید ما بارها از همین آقایون شنیدیم یک توصیه از امام علی که اگر کسی خودش رو در موضع تهمت قرار بده و مردم بهش تهمت بزنن هیچ کس رو نباید ملامت کنه جز خودش رو امروز آیت الله سیستانی در معرض این اتهام وجود داره در معرض این اتهام هست که خودش دفترش و اطرافیانش در فریب یک نیرویی که تنها کارش اطلاع رسانی بوده از بخشی از مفاسد حکومت و قطعا تاثیر مثبتش نسبت به حالا اشتباهات که داشته بسیار بیشتر بوده در سرکوب این فرد و در به خطر انداختن جانش نقش داشتن و هیچ نوع توجیهی برش نیست اگر ایشون سکوت کنن مستقیم من دارم اینجا میگم به هر حال الله سیستانی من خبر دارم که اخبار رو پیگیری میکنه رسد میکنه آقای فاتح مدیرعامل خب... مدیر عامل ق... اسبقه خبرگزاری ایسنا که الان خودشون هم از ایران خارج به خاطر که از اطراف مهندس مصعبی بود به خود من گفت که زمانی که مدیر عامل ایسنا بود رفته بود عراق ملاقات آیت الله سیستانی آیت سیستانی خیلی دقیق از اخبار ایران مطلعه و میگه مسلطه کامل به زبان فارسی هم هست صحبت میکنه هم خیلی نسبت به ایران نگرانه و هم از اخبار ایران دقیقا مطلع پس هیچ توجیهی وجود نداره خبر دستگیری روح الله هم خبر کوچک نبوده خبر اه بی اهمیتی نبوده با توجه به این که میگم جم... در جمهوری اسلامی از رئیس قاتل قوه قضاییه تا فرماندهان سپاه تبریک های متعدد به هم گفتن تبریک رد و بدل کردن و بارها صدا جمهوری اسلامی برنامه‌هایی برای در این مورد پخش کرده به هیچ من نمیپذیرم که آیت الله سیستانی از موضوع بیخبر باشن و به هیچ وجه قبول نمیکنم که آیت سیستانی از سوء استفاده از نام ایشون یا یا سوء استفاده دفتر ایشون برای کشوندن زن بیخبر باشن اگر واکنش ایشون نشون ندن و اگر حتی اگر فرضیاتی که من گفتم باشه یعنی چه ترس از هشت شعبی چه رو درواسی با داماد دردانه به هیچ وجه مشارکت در این جنایت توجیه پذیر نیست امیدوارم کسانی که فکر می‌کنند نسبت به آیت الله سیستانی ارادت دارن یا فکر میکنن حفظ چهره ایشون لازمه با ایشون صحبت کنن و تا دیر نشده ازشون بخوان واکنش نشون بده و این واکنش باید علنی باشه ایشون به هیچ وجه نباید نگران نتیجه باشه قطعا توصیه های سیستانی دست جمهوری اسلامی رو برای اعدام زم خواهد بست حتی اگر اثر هم نکنه یک رسوایی بزرگ برای جمهوری اسلامی من البته به شدت امیدوارم به خاطری که نگران جان این جوان هستم امیدوارم که ایشون به سرعت واکنششون بدن و امیدوارم واکنش مؤثر باشه اما حتی اگر مؤثر هم نباشه چیزی از وظیفه آیت کم نمیکنه امیدوارم آی سیستانی این بدنامی تاریخی رو برای خودشون نخرن و کسانی هم که با سیستانی ارادت دارن از جمله آقای فاتح که من میدونم الان هم با دفتر آی سیستانی ارتباط دارن امیدوارم واسطه انتقال پیام بشن و واسطه گرفتن نظر آقای سیستانی و ابلاغش به جمهوری اسلامی موفق باشید